درگیری فیزیکی در دوحه میان گروه های مذاکره کننده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیپرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. درگیری فیزیکی در دوحه میان گروه های مذاکره کننده. سیام نایاب در صفحه رسمی فیسبوک می نویسد: درگیری فیزیکی در دوحه میان گروه های مذاکره کننده. طالبان بوتل آب و نارنج را به سوی نادر نادری پرتاب کردند و به صورتش زدند. در همین حال طالبان می گویند تا زمانی که به علتهای جنگ پرداخته نشود آتش بس نمی کنیم. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در یک گفتگو با طلوع نیوز می گوید تا هنگامی که مذاکره کنندگان درباره علتهای جنگ به توافق نرسند این گروه آتش بس نخواهند کرد. او اما می گوید که همزمان با آغاز ابتدایی مذاکرات صلح طالبان خشونت‌هایش را کاهش دادند. او حکومت را متهم می‌سازد که عملیات‌های تهاجمی را متوقف نکرده است. او در این باره گفت این معقول نیست که جنگ 20 ساله در یک ساعت به پایان برسد. منطق به نظر ما این است که اسباب و مشکلاتی که همین جنگ را به میان آورده سر آنها بحث شود و از بین برده شود. پس از آن آتش بس نهایی شود و مشکل به صورت نهایی به پایان برسد. فرض کنید اگر ما امروز آتش بس کردیم، فردا در سر میز به توافق نرسیدیم، آیا دوباره باز جنگ را شروع میکنیم؟ به چه معنی؟ سخنگوی طالبان در ادامه سخنانش درباره نظام آینده افغانستان میگوید که طالبان یک نظام اسلامی را می خواهند که در آن ارزش های مردم کشور تعریف شود. یک هدف ما این بود اشغال افغانستان و پایان برسد و یکی دیگر این بود که نظام واقعی اسلامی که پاسخگو به مردم باشد، به ملت باشد، به میان بیاید. محمد نعیم می افزاید که مذاکرات صلح میان افغانان با فراز و فرودهای فراوانی روبرو خواهد بود، اما درباره رسیدن به یک صلح همیشگی خوشبین است. به یک اراده قوی و عزم مستحکم وارد این پروسه شده ایم و این تصمیم ما است که این مشکل را نهایتاً به پایان برسانیم. پروسه مغلق است و پیچیدگی های دارد، اما امیدوار هستیم که مشکلات به صورت مسلسل به پایان برسد. با این حال هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم نهایی سازی طرز العمل و شیوه های پیشبرد مذاکرات میان افغانان هستند. در عین حال نادر نادری میگوید روند گفتگوها با طالبان زمانگیر خواهد بود. هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح قطر میگوید که روند گفتگوها با طالبان زمانگیر خواهد بود. نادر نادری عضو این هیئت بر رادیو آزادی از دوحه گفت که درباره مسائل بزرگ کاری با طالبان هم نظرند، اما تا هنوز اختلاف های هم موجود است. او در مورد اختلاف ها با جزئیات صحبت نکرد، اما گفت که برای حل این موارد تلاش خواهد کرد. صبر و حوصله می خواهیم. ما با تمامی تعهد تلاش داریم که هر قدر زودتر تفنگ ها خاموش شوند، هر چه زودتر امنیت و ثبات در افغانستان تأمین شود و گسترش یابد. دو طرف است، دو طرف دیدگاه های متفاوت دارند. هیئت مذاکره کننده طالبان هم میگوید که فرصت خوبی مساعد شده که در مورد حل وضعیت جاری 40 ساله در فضای مناسب گفتگو میکنند. دولت افغانستان خواهان برقراری آتش بس است، اما طالبان میگویند که نخست باید در مورد عوامل جنگ گفتگو شود. در همین حال
امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با وی اطمینان داده است که اگر طالبان از چارچوب اخلاقی و سیاسی که در دوحه برای حل بحران ایجاد شده است خارج شوند، این گروه و پشتیبانان آنها تاوان خواهند کرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.